خدمت همسر عزیزم، سلام علیکم. پس از عرض سلام و آرزوی توفیق روزافزون جهت شما و خانواده محترمتان، امیدوارم در سایه لطف و رحمت خداوند از جمیع بلایا و قضایای ناگوار به دور بوده و پیروز و سربلند باشید و نگرانی قابل ارزی در بین نیست. بعد از چند روز انتظار و مراجعه به پستچی مسئول دانشکده، دیروز بعد از بازگشت از ملاقات پدر بزرگ، یکی از دوستان گفتن که نامه داری و نمیدانی چقدر خوشحال شدم و مطمئن بودم که حتما نامه شماست. انشاءالله که محبت بین ما به خاطر خداوند بوده و روز به روز بیشتر و بیشتر گردد و من هم مثل شما همیشه به یاد شما هستم و روز و شب دعا میکنم که انشاءالله هرچه زودتر به هم نزدیکتر گردیم و در فکر یک زندگی خوب و با معنی و با روح اسلامی هستیم که نمونه برای همه باشد و خداوند نیز از آن راضی گردد. بنده با اینکه اینجا بسیار کار دارم، ولی ساعتها ممکن است به شما فکر کنم و بیشترین وقتم را برای نوشتن نامه صرف کنم. از خداوند آرزو دارم که انشاءالله همسر خوب و با وفایی برای هم باشیم. ضمناً یک عکس با لباس تکاوری همراه نامه برایت فرستادم. من اینجا هرگاه به یاد تو میافتم میروم به سوی آلبوم و عکسایت را تماشا میکنم. از خداوند طلب دارم که مشکل همه مؤمنین و مؤمنات را بگشاید به یک ترتیب آبرومندانه. زندگی ما هم هر چه زودتر در کنار هم شروع شود و گناهان همه را ببخشد. تقوا و فروتنی و اجتناب از نامحرم و به یاد آوردن دستورات خداوند را فراموش نکنید و در طاعت و عبادت خداوند هرچه بیشتر بکوشید. سعی کنید بیشتر مطالعه کنید و قرآن خواندن را حتما یاد بگیرید. به پدر و مادر خود هرچه بیشتر احترام بگذارید. بدانید که محبت به پدر و مادر و حتی نگاه با مهربانی به چهره مادر و پدر عبادت حساب می شود و ثواب زیادی دارد. منابع امنیتی عراق اعلام کردند نیروهای مردمی که از استان دیاری به سمت مرکز استان صلاح‌الدین حرکت کرده بودند به 3 کیلومتری شرق تکریت رسیدند. همچنین گزارش ها حاکیست شهرهای البوخجیل و العلم به طور کامل در محاصره ارتش. مطمئنن هر بچه از زمان بچگیش نیاز پدر رو احساس میکنه. شک ندارم که اون موقعی که من به دنیا اومدم و پدرم هم نبوده، نیازش به قولی توی ذهن ما روز به روز توی اون ساعتهایی که زندگی کردیم با مادرم احساس بکنم دیکته شده برای ما. یعنی بچه هم که بودیم یک سر موضوعی که توی خونه یک روال بوده،
در موردش خیلی صحبت می شده بحث پدر بوده، یعنی که بابا نیست، پدر نباشه احساس کنیم چیزی نیست، واقعا اون خلأ اذیت میکنه آدم، خلأ خیلی آدم اذیت میکنه، مثلا خب دوربریای خودمون بچه های هم سن و سال من بودن، هم بازی همون بودن، بعضی وقتا خب میدیدم اموراتشون و پدرشون انجام میداد، اصلا باشون میشست حرف میزد یا دستشون رو تو خیابون، این خیلی درد داشته این دسته، یعنی من به این سن الان 28 سالمه 29 سالمه به این سن رسیدم، یه ضعفی تو وجود من هست گرفتن، یعنی الان حاضرم کل زندگیم بدم یک لحظه برگرده دستشو بگیرم، این دست گرفتن تو خیابونا، این حالا تازه یه جاهای خیلی جوش داشته این قضیه، روزی که من بچه دار شدم بچه یکم بزرگ شد تونستم دستش رو، چه حالی داشته این دست گرفتنه، چه خل لذت داشته، چه نعمتیو داشتم از دست دادیم. پدر دهم خرداد 1342 در سراب آذربایجان به دنیا آمد. چهل روزه بود که به همراه خانواده به گنبد کاووس مهاجرت کردند. سال 1347 بود که دست روزگار پدر بزرگ را در حالی که پدرم فقط 5 سال داشت از او گرفت و پدر تنها شد. پدر پس از فوت مادر بزرگ تحت سرپرستی عمو درآمد. علاقه پدر به فراگیری علم و دانش دلیلی شد تا فراتر از هر محرومیتی در دوران تحصیل هر ساله از شاگردان ممتاز مدرسه باشد. بیز فامیل دیگ شهید دایم اغلی دیگ من در امگسی دیگ شهید حدوداً 4-5 ساله ایدی چه من دنیا جلدیم، بعد در زمان چه تیر در بودی حدوداً بو نوجوان اولدی در یواش یواش بلدی من در بودیم او در بودی در متوجه اولدیگ چی بولن آغزنان بیز بیبریمیزن آدنه ایگ دا او دا اتاناردی، من دا اتاناردم، هر موقع بیبیمیزی جرردی، از دور الردی زمان تا جرردی، مثلا مامانم جله، چه امسه اولا بعد در حد دیدن سلام، چوخ اتانانیدی، چوخ حتی باشن دا گاخزمازدی اله سلامو ورردیم، سلام دا بیبیمیزن جده الردی ول من اراییم تا شروع ورردی الله هنچه جور اولا چه من منم بی راحت صحبت الیم چون چوخ چوخ استیردیم.
چوخ شاید زرنگیدی، چوخ درسینه حساسیدی. چون امسینه زندگی لیردی، ددسینه رسی الله رحمتینه جتمیشدی. خدا بیاموز امسینه زندگی لیردی. پرکار اغلانیدی. جنوزلر سبله بیموغا صبح استیدی. بعد از رو اشلردی، اشته کارگره لردی. بعد از رو دو استیدی سبله اشلردی. تا اینکه بو یتیشدی، دیپلومون آلدی. الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله و لمن حمده الله اکبر. ایشون به نماز اول وقت خیلی واقف بودن، به این که همیشه دائم الوضو باشن، به این که همیشه بعد از نماز هر چند هم شده چند آیه، یعنی در حد پنج آیه هم که شده قرائت قرآن رو داشته باشن. پدرم هوشنگ اسدالله پور از برترین های دبیرستان اسفند شریعتی سابق بود. پدر در مسابقات کشتی و دو میدانی رتبه های خوبی را کسب کرد و همواره از برترین های دوران خود در میان رقبایش به حساب می آمد. در اوایل دهه 60 وارد دانشکده افسری ارتش و در رسته توپخانه مشغول فراگیری علوم نظامی شد و برای تکمیل این آموزش‌ها به اصفهان رفت. پدر پس از گذراندن دوره مقدماتی در سمت فرماندهی آتشبار لشکر 16 قزوین مشغول خدمت شد. ازدواج لیه دا جده با دا سرسامان تباختار منون دوت اشاق دلار بی بازی بی گارداش بی امی جلده گارردی ایچی بازی دا بی امی جلده گارردی بیو بازی ازدواج لیمشتی خیرده بازی دا سنی کمیدی یازده دوازده ساله ایدی قبل از اینکه بیز
ازدواج لیه منم در سوال ندیم نظر استاده دیدی سر نظر منه چوخ مهم دی من استیاسم تطمشم بو ایشه لیه ولی سنم در سوال منه چوخ مهم دی جرم آیا سری نظر نم ندی اجازه بریسم بو ایشه لایه یا من اصلا فکر اله میردم که بو منه نظر استیاده که بازم بیزنن کالسی یا دیدم ای بیوخ سری نم نظر نورسا من با کمال من قبول لیرم حالا بیمیرم که نظر نمه نده دیده اگر راز و سون تا بسیم نچمی که زنمی بازم ساخلیب ده تا الان منه وظیفه ده بازلامنان مراقب اولان بازلامنان یلی اولان تا من بیمیشم ازم تشکیل خانواده بریرم استیرم ازم بازلامنان از زیر سایم ده اولان بعد من در دیدم با کمال میل سن نظر من چوق مهم دی سن قبول نیستم من در قبول نیرم امام سخنانانه بلاغ اصرده اتروده پای تلویزیون امامون سوزلنه چوخ بی نهایت اعتقاده باریده دیرده حتی شده دور از خانواده باشم حتی شده امام همین الان دستور وره واقعا بله دیرده امام دستور وره جدیب جانمو وردیه بی نهایت امام خمینی علاقه سپارید بی نهایت ترپاغنا وطننا ناموسونا چی اگه من جتمیم دشمن جلو وارد اولاجق ترپاغا چی سن ناموسوم سن سن ناموسوم من ناموسوم علم ننالا فرق نمید الا گونشون ناموسی من ناموسوم بسم الله الرحمن الرحیم قول قول اعوذ برب فلق و من شر قاسق ازا وقب الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس. درست در آن روزهایی که من به دنیا آمده بودم پدر برای مبارزه با منافقین به کردستان اعزام شد.
همزمان با حمله منافقین و اشغال شهر مهران به این شهر مرزی اعزام و با حملات توپخانه‌ای روی مواضع دشمن به دفاع از این شهر پرداخت. اجرای یکی از عملیات‌ها در مهران در تاریخ 29/3/67 همراه با نیروهای ارتش و سپاه پس از مبارزه و ایستادگی در برابر منافقان به دلیل محاصره منطقه مجبور به عقب نشینی از منطقه شدند. به سن مدرسه رسیده بودم و اونجایی که دیگه همه با پدراشون میرفتن، ما برعکس بقیه با مادرمون میرفتیم مدرسه. کسی همه کنارشون یه آقایی رو داشتن، مخصوصا من که پسر بچه بودم. حالا دختر بچه ها رو شاید پدراشون میبرن، ولی من حالا مادرشون میبرم. بچگی باور کردم یکی قراره نباشه تو زندگیمون، نیست. امام دوم حسن، امام سوم حسن، امام چهارم صدصد، امام پنجم از طاهران طاهر است، محمد باقر است، ششم جعفر صادق، هفتم موسی کاظم، هشتم محمد، هشتم امام رضا، نهم محمد تقی، دهم علی النقی، یازدهم حسن عسکری، فرازدهم زنده ولی غایب است، زنده ولی غایب است. مادر هر از گاهی نامه‌های بابا رو از صندوقچه خاطراتش در میاره و مرور میکنه. نامه‌ها رو من بارها خوندم، بارها از روی نامه‌ها مشق کردم. بی‌پروایی پدر در استفاده از کلمات توی نامه‌هاش و درک مادر از تک تک نوشته‌های پدر برای من که اهل دنیای امروزم به شدت دوست داشتنیه. یکی از وجوه بارز شخصیت ایشون بحث ابراز علاقه به خانواده بوده که تو این البته مادرم هم روی این موضوع فکر میکنم سهم میذارن که ایشون خیلی ابراز علاقه میکردن، خیلی نسبت به خانوادهشون محبت داشتن. همون لحظه که درک کردم نیست بزرگ شدم، همون موقع سعی کردم مرد باشم تو خونه. بعد تازه از اون روزا هم افتخار میکردم نبودنش، چون زود فهمیدم چرا رفت، برای چی رفت. 100% یه انرژی از سمت پدرم بوده که منظور اصلا لازم بوده من زود بزرگ بشم، لازم بوده تو بچگی زود بزرگ بشم، زودتر بفهمم. اون خلعه نذاره که من تو بچگی بمونم و به امورات و خونه نرسم و اونجوری که مادرم خواسته زندگی نکنم. حسن در یک شما همرزم پدرم جناب سرنگ شیرازی شنیدم که ایشون زمانی که
تو تیپ 5 حضرت ابوالفضل علیه السلام بودن که این تیپ تحت نظارت شهید صیاد شیرازی بوده، داوطلب شهادت شدن. این روحیه شهادت طلبی از اون زمان که برمیگرده به سال 1165 تو وجود ایشون بوده، بروز و ظهورش میرسه به سال 1167 که در واقع سال شهادت پدر من هست. پدر نیروهای خودش رو به عقب برگردوند. در این حین بود که متوجه شد اطلاعات مهم نظامی در منطقه عملیاتی مهران جا مونده و نباید به دست منافقان بیفته. به همراه دو تن از همرزمانش که داوطلبانه با او همراه شده بودند، به سمت منطقه محاصره شده باز می‌گردند. خداوند رو بسیار شاکرم که این قرعه به نام من افتاد که در خصوص لحظه زیبا و ملکوتی شهادت پدرم بتونم با شما صحبت بکنم. ایشون در تاریخ 29 خرداد سال 1367، زمانی که ارتش عراق و گروه منافقین در قرارگاه 16 زرهی قزوین در مقابل ارتش ایران و لشکر امیرالمومنین سپاه قرار گرفته بودند، در این عملیاتی که انجام می‌شد، سنگرها و مواضعی که در واقع از نیروهای خودی ارتش به دست دشمن که گروه منافقین بودند در واقع افتاده بود، پدرم با توجه به روحیه شهادت طلبانه‌ای که داشتن، با عنایت به تمام ابعاد جسمانی و اون آمادگی روحی و جسمی که ایشون همیشه داشتن، اونجا رو ترک نمی کنن، اون محل رو، سنگر رو ترک نمی کنن. در این میان منافقان از راه رسیده و پدر و همرزمانش در محاصره می افتند. پدر تلاش میکنه همراهانش رو از مهلکه دور کنه و خودش مقاومت میکنه. همون لحظه بودش که ایشون شهید میشن.
به خاطر خشم و عناد و کینه‌ای که منافقین از ایشون داشتن، بعد از اینکه ایشون رو به شهادت میرسونن، انگار بازم هنوز اون حس کینه تو وجودشون بوده، جنازه ایشون ظاهراً یه دو روزی هم آویزون میمونه در ابتداش، یه دو روزی جنازه رو همینطور سرگردان نگه میدارن تو اون فاصله که در واقع جنازه مطهر و پاک پدرم اونجا آویزون بوده. منافقین به خاطر اون لذتی که از این کاری که کرده بودن میبردن، در واقع ظاهراً به پایکوبی و جشن و فیلم برداری و اینها پرداخته بودن تو اون دو روز. اولین بار من نمیدونستم پدرم آتیش زدم. اولین بار که شنیدم بعد از شهادتشون ایشون رو آتیش زدن، خیلی اصلا یه حال خیلی بدی داشتم. خیلی ناراحت شدم از این که خب چرا باید جنازش رو آتیش بزنن؟ خب همین که شهیدش کردن کافی نبود، چرا باز آتیشش زدن؟ که اصلا وقتی که داییم رفته بودن که شناسایی بکنن جنازه رو، اصلا از رو صورت نتونسته بودن تشخیص بدن که این به قولی شهید ماست. اصلا نتونسته بودن از رو صورت تشخیص بدن، که به مادر زنگ زده بودن که رو بدنش نشونه این چیزی نداره که به ما بگید که بشه راحت این در واقع شهید رو تشخیص داد. تا این حد اونها ناجوان مردان ایشون رو به شهادت رسونده بودن و این موضوع رو ما اون موقع فهمیدیم. تا اون موقع نمیدونستیم که نوع شهادتشون به این طریق بوده. پیکر بابا پس از 13 روز پیگیری در مشهد مقدس، در حالی که شناسایی اون مشکل شده بود، از طریق چند نشانی شناسایی و تحویل خانواده داده میشه. بابا پس از مراسم تشییع در گنبد در جوار آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید علیه السلام به خاک سپرده میشه. در زمان شهادت پدر، برادرم محمد 6 ماهه و من 1.5 ساله بودم. حالا هر دوی ما ازدواج کردیم و هر کدام دارای فرزند پسر هستیم. من به یاد بابا نام پسرم را امیر حسین گذاشتم و برادرم به یاد سرور و سالار شهیدان نام فرزندش را حسین گذاشته. جنازش به تأخیر افتاد، هی گفتن اسیره، هی گفتن سالمه فلانه. من اصلا تصورشم نمیتونستم بکنم. دائما تو جبهه بود دیگه، یعنی شهادتش بزرگترین ضربه به من خورد. اون موقع اعلام میکردن تو ماشین خیابونا، اعلام میکردن که فردا ساعت فلان، یعنی یه آن من صدای بلندگو رو شنیدم که شهید فلانی فردا تشییع جنازه، من خودم انداختم بیرون. نمیتونستم، یعنی اصلا نمیتونستم قبول کنم، نمیتونستم مثلا بگم که آره من مثلا، یعنی یه روز بگم من داداشم نیسته، یعنی من دیگه داداش ندارم، یعنی اصلا من فکرشم نمیکردم. آلتایده محمد دنیا جلمیشتی بی جنلریم سبیدی حدودن ساعت 10 اولاردی 11 اولاردی
اردا دا خونای سازمانی تلفونای شخصی و خوده از این تلفونای گوشای جبه هست اولاردان وارده نوبتی مثلا دو روز خونه یکی دو روز خونه یکی اون روزی که به ما زنگ خورد خونه کسی بود یکی از طبقات بود طبقه چهارو دیدن دختر همسایه گزه هارایلاده خانم اسداللهپور تلفن وارده من دا جدیم چوختان دا زهور مرده شهید چوخ نگرانیدم نخدی اصلا دمه بلار خد مقدم دادیلر فرصت ایلمیر زنگ ورا جدیم یخاری جردم بیدن چی زنگ ورده الو 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 سسی دا چوخ پیچیده خانم اسداللهپور سن دیم بله بوی روز آره باشدیم استیرم سوزه به خبر برم دیدم بوی روز آقای اسداللهپور شهادته یتیشدی هیچی دیگه گریه هیچی همسایه از این بر من خودم از این بر که آره شماره بده تا زنگ بزنم به خانوادتون تا خانوادتون بیاد گفتم من که نمیدونم این کیه به من زنگ زده تا اینکه رفتم پادگان قزوین 16 زره قزوین از دوستاش بودم پرسیدن گفتن آره به شهادت رسیده من 3 روز 4 روز اینو به خانوادم نگفتم تنهای خودم بودم با خدای خودم تمام امیدمون برادرمون بود تمام کسمون اول خدا بعدن برادرمون بود بعد برادری که احساس مسئولیت داشت همیشه لحظه به لحظه های ما یعنی من ناراحت می شدم غمگین می شدم همش دستش می داخت گردن من با هم راه می رفتیم بعد می گفت ازم هی سوال می کرد آبجو چرا ناراحتی به ترکی می گفت بازه نیه ناراحتم مثلا چون من کوچیک بودم به اوشاقم اول سنسنا اون نام فاطمه ده اول میگفت تویی، تو بچه منی، بعد فاطمه است. در آستانه 27 سالگرد شهادت سرلشکر شهید هوشنگ اسداللهپور قرار داریم. خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که این افتخار نصیب سربازخانه سرلشکر شهید هوشنگ اسداللهپور شد تا در محضر خانواده محترم و معظم این شهید والا مقام باشید. کم دیداری با شما سروران گرامی داشته باشم و هم به رسم یاد بود به نمایندگی از فرماندهی محترم تیپ 203 سرلشکر شهید اسدالله متاجی و شما همرزبان بزرگوار هدایایی به نواهای عزیز این شهید
اهدا بشه. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، به خصوص روح بلند شهید بزرگوار سرلشکر هوشنگ اسدالله پور اجماعا صلوات. زیاد خلای پدر رو حس نکردم، یعنی مادر من انقدر خوب نقش هر دو رو خوب برای ما در واقع ایفا کردن، من اصلا جای خالی پدرم رو حس نکردم. هر سال روز پدر برای مامانم هم کادو میگیرم، مثلا بهشون بگم که شما هم جای پدر رو داشتیم برای من هم جای مادر رو. ولی مثلا این سالی که گذشت روز پدر تاریخش یادم نمیاد کی بود، مثلا سر مزارشون نشستم خیلی گریه کرد، خیلی بهم سخت میگذرد. ولی بازم میگم که خب خدا رو شکر وقتی که اسم پدر میاد با تمام وجود یه حس خیلی خوب افتخار دارم، یه حسی که هر کسی شاید تو زندگیش تجربه نکنه. وقتی هر شب مثلا میخوابیدیم مامان مجبور بودن که در رو حتما قفل کنن، یعنی مثلا میترسیدن از این که مثلا یه موقع اگه در باز بمونه، خب حالا خودتون میدونین ترس ها و واهمه هایی که آدم از قبل نبودن یه مرد خونه حس میکنه چی هست. همیشه مثلا در رو قفل میکردن، بعد همیشه نگرانیشون از یه مادری که همسرش پیششه خیلی بیشتر بود نسبت به ما تو خونه. مثلا همیشه انگار یه جور میلرزیدن، مثلا یه ترسی از این که مثلا حالا یه شب بچه هم مریض بشه چی کار کنم. مثلا خصوص مثلا 30 سال پیش که امکانات الان هم نبوده، چقدر شرایط به قولی سخت در بود. شما فکر میکنین که بابا نبوده؟ بابا بوده، 100% بوده، حضور داشته. من خیلی چیز رازه، خب الان شاید حتی خانوادم اولین باره مثلا همچه حرفی از من شنید باشه. من خیلی وقتا مخیله آزاد دارم باش صحبت میکنم، بی خودی ها تنها میشم باش حرف میزنم تو مسیرها که هستم، مخصوصا اونجا که تنها یه بارها شده پلا میشه میرم سرمزارش باش حرف میزنم. بعضی وقتا یکم آدم ایمانش رو قوی کنه میشه شهدا رو ببینه.
بیچای چه شاید شهادت نچشتی او شک چه بیزده واریدی تا او شکتان چختیخ بیلید چه دایی یوختو دایی دایی یوختی منم و ایچیدن اوشاقلارم özümlə fikir edirdim Allah görəsən bunların ayəndələri nəcir olacaq həm nə oldum Fatma ilə Muhammədə həm dədə oldum ki başara biləm qiyamətdə üzüm ağ ola babalarına cavabqı ola ki bir nəfə əhsən bunlara tərbiyyət eləyə barxılmış uşaqlar məndən soruşurdu babamız haradadır babamız yoxdur bəni hamının babası var bizim babamız yoxdur دلخوشی مادر جاهاییه که خاطرات بابا رو براش زنده نگه میداره. این خاصیت خاطره هاست. آدم گاهی وقتا دلش میخواد از خونه بزنه بیرون، به جایی بره که یه وقتایی با عزیزانش، با نزدیکترین کسش، با بهترین آدم توی زندگیش رفته و هوای اونجا هنوز هم عطر عزیزشو داره. مادر تنهایی‌های خودش رو دوست داره. تنهایی‌های مادر پر از حضور پرمحبت باباست. حالا مادر مونده و یه عالم خاطره که همیشه براش تازگی دارن. مادر وقتی از بابا و خاطراتی که تمومی ندارن میگه، من به چشمای مادر خیره میشم و به این فکر میکنم که یک مرد چقدر میتونه همسر خودش رو تحت تاثیر عشق و علاقه خودش قرار بده که تراوت حضورش همیشه در گوشه گوشه خونه یا حتی توی تک تک کلمات مادر احساس بشه. دلتنگی‌های مادر چیزایی که باید بشنویم یا بدونیم و یا حتی توی خاطرمون بمونه. هر روز تازن و هیچ وقت کهنه نمیشن. في مشاريعها تستهدف سوريا عبر حفنة من السوريين وكثير من الأغراض. وزیر اطلاعات عمران الزعبی گفت شورشیان موشکی حاوی گازهای سمی به شهر خان اسعل در جنوب غربی حلب شلیک کردند. این حمله 25 کشته بر جای گذاشت و بسیاری هم زخمی شدند. از مارس 2011 تا کنون ده ها هزار نفر از مردم سوریه در این جنگ داخلی و بمبگذاری ها کشته شدند که تعداد زیادی از این قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در جنایات انجام شده توسط معارضین که با حمایت حامیان خارجی بوده است عمدتا غیر نظامیان قربانی بودند و نیز هزاران خانواده آواره شدند. Thank you.
شب ساعت 10 مورخه 24/9/63 خدمت همسر عزیزم. سلام علیکم. پس از عرض سلام و آرزوی توفیق روزافزون جهت شما و خانواده محترمتان، امیدوارم در سایه لطف و رحمت خداوند از جمیع بلایا و قضایای ناگوار به دور بوده و پیروز و سربلند باشید. باری اگر از حال بنده جویا باشید، به لطف خداوند سلامتی حاصل و نگرانی قابل عرضی در بین نیست. بعد از چند روز انتظار و مراجعه به پستچی مسئول دانشکده، دیروز بعد از بازگشت از ملاقات پدر بزرگ، یکی از دوستان گفتن که نامه داری و نمیدانی چقدر خوشحال شدم و مطمئن بودم که حتما نامه شماست. انشاءالله که محبت بین ما به خاطر خداوند بوده و روز به روز بیشتر و بیشتر گردد و من هم مثل شما همیشه به یاد شما هستم و روز و شب دعا می کنم که انشاءالله هر چه زودتر به هم نزدیکتر گردیم و در فکر یک زندگی خوب و با معنی و با روح اسلامی هستیم که نمونه برای همه باشد و خداوند نیز از آن راضی گردد. بنده با اینکه اینجا بسیار کار دارم، ولی ساعتها ممکن است به شما فکر کنم و بیشترین وقتم را برای نوشتن نامه صرف کنم. از خداوند آرزو دارم که انشاءالله همسر خوب و با وفایی برای هم باشیم. ضمناً یک عکس با لباس تکاوری همراه نامه برایت فرستادم. من اینجا هرگاه به یاد تو میافتم میروم به سوی آلبوم و عکسایت را تماشا میکنم. از خداوند طلب دارم که مشکل همه مؤمنین و مؤمنات را بگشاید به یک ترتیب آبرومندانه. زندگی ما هم هر چه زودتر در کنار هم شروع شود و گناهان همه را ببخشد. تقوا و فروتنی و اجتناب از نامحرم و به یاد آوردن دستورات خداوند را فراموش نکنید و در طاعت و عبادت خداوند هر چه بیشتر بکوشید. سعی کنید بیشتر مطالعه کنید و قرآن خواندن را حتما یاد بگیرید. به پدر و مادر خود هر چه بیشتر احترام بگذارید. بدانید که محبت به پدر و مادر و حتی نگاه با مهربانی به چهره مادر و پدر عبادت حساب می شود و ثواب زیادی دارد. از قول بنده خدمت پدر و مادر و همه دوستان و عزیزان در صورت امکان سلام برسانید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. هوشنگ اسدالله پور. Easy now.
شهرش نست سرشار.